دادگاه عالی گروه طالبان اعلام کرده است که در سراسر افغانستان تا کنون 175 حکم قصاص، 37 حکم سنگسار و 4 حکم آوار کردن دیوار بر محکومان را صادر کرده است. گفته شده این احکام در صورت تایید شورای رهبری و کابینه طالبان مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. این اعلام اما با واکنش‌هایی در داخل و خارج افغانستان مواجه شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که این گروه هیچ گونه مشروعیتی ندارند و احکام دادگاه عالی طالبان در نبود قانون، دادستان، وکیل مدافع و پروسه‌های تعریف شده و قانونی قضایی چیزی به جز محاکمه صحرایی پنداشته نمی‌شود. در همین حال شماری از کارشناسان حقوقی می‌گویند احکام صادر شده و اجرا شده از سوی طالبان یک جانبه و تنها بر اساس فقه حنفی و آن هم از نوع افراطی بوده، در حالی که جمعیت کثیری از افغانستان را شیعیانی تشکیل می‌دهند. به گفته کارشناسان با تسلط دوباره گروه طالبان مذهب شیعه به کلی نادیده گرفته شده و حتی در برخی موارد محدودیت‌های نیز بالای شیعیان افغانستان وضع شده است. این احکام دادگاه طالبان در حالی صادر شده است که در جریان دست کم 2 سال گذشته این گروه زنان و مردان زیادی را در دادگاه‌های صحرایی مورد مجازات قرار دادند.